به نام یاد خدا سلام بر شما. محمود صمیمی هستم و برنامه خبری این ساعت از شادزی تیوی خوش آمد. در نخست چند سرخط. انتقاد معلولان و بازماندگان شهدا از پرداخت نشدن تنخواهشان. برخی از معلولان و بازماندگان شهدا از پرداخت نشدن حقوقشان از سوی امارت اسلامی انتقاد میکند و میگوید که چندین ماه است که به مشکلشان رسیدگی نشده است. هشدار سازمان ملل از شدیدتر شدن ناامنی غذایی در افغانستان و 21 کشور دیگر. برنامه جهانی خوراک و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد از ناامنی شدید غذایی در 22 کشور به شمول افغانستان تا ماه نوامبر سال روان هشدار داده است. سطح افرادی که با گرسنگی شدید روبرو هستند در ماه‌های آینده یعنی بین ماه‌های جون و نوامبر بسیار بالاتر خواهد بود. کارشیوه کمیسیون تماس با شخصیت‌ها با 15 ماده نهایی شد. سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها می‌گوید که کارشیوه کمیسیون تماس با شخصیت‌ها و برگشت آنان به کشور نهایی شده و مسئله پیروی از نظام و نپذیرفتن رفتارهای خلاف پالیسی یکی از ماده‌های مهم این کارشیوه به شمار می‌رود. داغو د پاره هم یو طرز العمل جو سوی د چاغه هم کولای سی دلتا داسی او ستر لاسه کی او سنتر لاسه کی چې دا غل مخه په خپل وطن کې ډاډه او په امن باندې اوسېږي. داغو د پاره نو طرز العمل باندې کار روان دی نهایي سره. واکنش فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران به درگیری مرزی اخیر. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران ادعا دارد که دشمنان ایران پشت درگیری مرزی میان مرزبانان ایرانی و نیروهای امارت اسلامی قرار دارند و به دنبال ایجاد یک جنگ هستند. پشت این قضایا خیلی از دشمنان ما هستند که میخوان این رو تبدیل به یه موضوع بزرگ بکنن، تبدیل به درگیری بکنن، تبدیل به جنگ بکنن که متقاعد این اتفاق نخواهد افتاد. چامسکی گفته است که اروپا در نظام تحت سلطه آمریکا اوفل را تجربه خواهد کرد. نوام چامسکی فیلسوف و اندیشمند شناخته شده آمریکایی هشدار داد که اروپا اگر در نظام تحت سلطه ایالات متحده باقی بماند احتمالاً افول و غیر صنعتی شدن را تجربه خواهد کرد. اختتامیه 12 جشنواره بین المللی عکس رضوی. 2139 اثر از 362 عکاس به دبیرخانه این جشنواره در مشهد ارسال و وارد مرحله داوری شد. در بین این آثار، عکس‌های از عکاسان 12 کشور به شمول کشور افغانستان نیز وجود داشت.